سر زاییدم. بیا دیگه به کسی کاری ندارم، بچه خودمی، خودم زاییدمه، خودم بزرگت میکنم جانم عزیز من. شروع شد زندگی. این مهمترین اختراع زندگیم بود، چراغ برفای شبانه. با این اختراع هم میفهمیدم اوضاع آسمون از چه قراره، یه برف حسابی میاد مدرسه رو تعطیل کنه یا نه. برف که میومد دیگه لازم نبود دندون درد بگیرم یا تب کنم. هما جون اومدم. داد چرا میزنی؟ تو مگه مریض نیستی؟ خب خدا رو شکر تب نداری. نه نداری. همیشه تو فکر کلکی بودم که یه کاری نکنم. مادرم میگفت تو هر کاری میکنی که هیچ کاری نکنی. وفاداری، سوگند وفاداری. حتی طلاقو گرفتی؟ سرسری امضا نکنی یا؟ نه، هنوز برای این داستان زوده. برگردیم به اون حیات. این دلخوشی منه برای 3 سال تمام. اگه کلکام نمیگرفت دلم خوش بود به تماشای اون. توی خونه امنیت بود، خلاصی از شهر معلم ها. اما خب توی مدرسه هم اون بود. تو اسمت فرهاده؟ تصوری هستی؟ اسمش سوزان بود، واقعا سوزان، نه سوسن. من شناسنامه‌اش هم دیده بودم. نقاشی بلدی؟ چه بازی دوست داری؟ ای بابا چرا چیزی نمیگی؟ یه چیزی بگو. انگار قبل از اینکه متولد بشه همه چی بلد بود.
از کجا بلد بودی گاهی باید شلوغ کنه، گاهی باید تو داره مرموز باشه؟ از کجا میدونست که باید اینجوری بود تا خیلی سال بعد بشه اومد توی داستانی؟ از کجا بلد بود که اگه یه چیز مخصوص به خودش نداشته باشه فراموش میشه؟ اصلا داستانی پیدا نمی کنه. اینطوری هم خوشگلی. برو خوشگل توی. این یکی از شخصیت‌های اصلی این داستانه. بهتر زمه ما کسی هیچ. دست مادرم. اینجا در 16 سالگی. نه اینجاش اینجا نیست، این دست خیلی سال بعده. جایی نری تا من برگردم. کجا برم؟ این که در جا میزنه. کجا برم با اسبی که جایی نمیره؟ نه من این کاره نبودم. تو گلر وایسا. آره دروازه‌بان بودن فکر بهتری بود. دروازه‌بان لازم نیست با توپ کارهای عجب غریب بکنه. هر کافیه جلی توپا رو بگیره. و من واقعا دروازه‌بان بدی نبودم. بد نبودم تا اون پنالتی. مرد گنده گریه نداره که خانم، هیچ راه دیگه ای نداریم جز اینکه یه پین بکارم تو ریشش، بعد یه دندان تازه وز کنم بهش. توف بفرمایید. یعنی هیچ کارش نمیشه کرد؟ نه دیگه، شیری نبود که بگیم جاش در میاد. در عوض یاد میگیره جلوی لنگ کفشا رو بگیره. گریه نکن عزیز من، فقط یه چند روزی با دهان بسته میخندی. دروازه‌بان باید شجاع باشه. و من مدت‌ها نخندیدم. یا با دهان بسته خندیدم. دهان بسته. به قول دکتر بختیاری. فردا تو مدرسه تو دلم بخواد میخندم. میخندم. بخند دیگه. شروع بخند دیگه، مگه منو دوست نداری؟ دهم
دهن باز، دهنتو باز کن ببینم دندوناشو. نه تو رو خدا. دهن باز باز، بیشتر بیشتر، باز باز، دهن باز بیشتر. نادر نه تنها از نقصش نمی ترسید، باهاش سر به سر بقیه هم میذاشت. اما من نادر نبودم، کاش بودم. خوش به سعادتت نادر، با چشم خودت دنیا رو می دیدی، ساز خودت رو می زدی. برای تحمل مدرسه به جز سوزان راهایی هست. به خواب رفتن جلوی تلویزیون و بیدار شدن با صدای مادر. برنامه‌های تفریحی در روزهای جشن. هر کسی هر هنرنمایی که بلد بود یا بلد نبود. دیوانه مگه تمام شده؟ یه بار دیگه میذاریم توی یه وضع دیگه، یه وضع بهتر، نه اینجوری. حالا چرا رفته نشستی اون و مگه وایر داره حامله که؟ بیا تو خانم، حاضریم. اگه مریضی لاعلاجی بگیره چی؟ خنگ بشه به من بره مثلا. یکی به دوزدش تو 5 سالگی از جلو در کودکستان، یا یکی از این فامیل عوضیه یه گوشه گیرش بیاره یا آزاری بهش برسونه، یا اصلا نه. فکر کن یه دکتری نتیجه آزمایشش رو همینجوری داره نگاه میکنه با دقت، بعد یه های نکش رو برمیداره، بعد زول میزنه تو چشم من و تو، بعد میگه باید بهتون یه حقیقتی رو بگم، یه حقیقت مهم. عاشق رقصیدن باشه. معلم موسیقیش بگه من ندیدم بچه تو این سن و سال انقدر موزیک بفهمه. صبح زود بیاد بالا سرمون بیدارمون کنه، خودشو بزنه به مریضی که مثلا نره مدرسه، ما هم اون روز بذاریم بمونه خونه. بشه یکی از این بچه هایی که فقط ننه باباشون فکر میکنن نابغه نقاشی، ولی فقط بلد از این کوه ها بکشه و خورشیده و از این کلبه ها که دودکش داره و همیشه هم داره از دودکش دود میاد بیرون. چیکار کنم؟ ببخشید، من که از اول گفتم حرفی ندارم، خودت گفتی نمیخوام. الانم بلند شو بری. تشریف میاری؟
نمیخواد. پاش بریم. پشیمون میشی؟ نمیشم. بریم. چی میگی تو؟ مگه میشه؟ اصلا تو راست میگی. بذاریم برای وضع بهتر. وضع بهتر هیچ وقت نمیاد. خودم میدونم. مهدا میدونی که بری اون تو ممکنه دیگه هیچ وقت نشه. مهتاب اصلا معلوم نیست اونجا چی کار میکنن که. مهتاب من مدرسه دوست نداشتم، اما نمیدونم چرا به حرفای کتابای درسی اعتماد میکردم. میدونین چرا شطورها همیشه آرومن؟ چون توی کوهانشون ذخیره غذا دارن. خوش به سعادتتون شطورها، نه به خاطر غذا، بابت آرامشتون. به درس دوستان ما اعتماد کامل داشتم. چه نان گرم و خوشمزه ای! این نان را که پخته است؟ نانوا، همان نانوایی که دوست ماست. چه کوچه ها و خیابان های پاکیزه ای! چه کسی آنها را پاکیزه کرده است؟ رفتگر، همان رفتگر زحمتکش و مهربان که دوست ماست. چه گندمزار زرد زیبایی! این زمین را چه کسی کاشته است؟ کشاورز، همان کشاورز صبوری که دوست ماست. ساکت نشو فرهاد. خودت بگو یه چیزی. میخوام بیاد بارون. فافال میگیرم اکنون. مثلا لالا دندل میبره. اون یکی چی بود میخوندی تو ماشین؟ من خوشگلم و زیبا مثل ما پاهای دارم ریک و سیاه. راست میگه دیگه دیگه. راست میگه دیگه دیگه. نهایی این ساندویچه رو بده بخور. چه چی شدن اینا؟ زودتر بروشیم باشم. بلا سفری شد، سلام و سر رفت. که از اول گفتم فراد بیاد تو ماشین شما. آره فراد جان بیا بچین تو این ماشین، منم از این جر و بحث‌های مادر دختری نجات بده. ما جر و بحث کردیم. ما ببخشید اجالتا بیشتر از این کاری از دستم بر نمیاد. بچه‌ها چه وقت عکس گرفتنه؟ مگه اومدیم پیکنیک؟ بابا تو هم کی میبینه؟ دلم خواستم آخری یه دیگه دیگه نکن دیگه. میخواد بارون بگیره. بری از اول میرفت تو ماشین اونا. سختشه با مادر مهتاب. خب هنوز نمیشناسیش. اصلا سختش نیست. با مادر که اصلا سختش نیست. اینا با هم به جایی نمیرسن. نه نه فکر نکنم چیزی بشه. چی بشه؟ هر چی شد شد. بمونن نمونن، جداشن نشن، فقط برن. ما خودمونم هنوز نمیدونیم میخوایم چی کار کنیم. او حالا این کیتی خانم رو ببینم رد شه ازم. رانندگی هم بلد نیستی، یه باری از رو دوش ما برداری. اصلا هم نمیخواد یاد بگیره. من اینجا راحت ترم. خب همه اونجا راحت ترن. چرا فکر میکنی خودت آدم خاصی هستی؟ نه
نه همه اینجوری راحت‌تر نیستن. الان تو ماشین یحیی اینا بحث همین بود. حاضر نیست نیم ساعت از پشت فرمونش بیاد کنار. بده مگه؟ نه. کی گفت بده؟ مرده دیگه. دوست داشتین منم از اون مردا بودم که میشستم پشت فرمون پشتم عرق میکرد، شما هم تون تون برام خیار پوست میکندی میدادی دستم. میبینی مامان؟ همینه این. کرتا محلی ببین دیوونه رو، اینا شوخیشونه. تو رو قدر اگو نکن بابا. راست اون چون خیلقه خیلقه سلام آقای ابراهیم. سلام آقای ابراهیم. تنهایی؟ اون خانم کوپ هست. احتیاط کردیم دیگه، همین دارو بران. حالتون خوبه؟ خونه خودتونه؟ جا؟ میگم چه اسم عجیبی داره اینجا، کرتا محله، معنیش چیه؟ نمیدونم. شما بعد چی میخواییم بریم؟ ببخشید مگه برای شما فرق میکنه؟ یعنی مثلا بله مثلا من آدم سیاسی نمیبرم چون درد سر میشه. حتی فرار از سربازی باشه مثلا یه چیزی، یا تحصیلات عالیه، یا ترس از بمباران. شما دقیقا چند نفر میخواییم بریم؟ ما راستش معلوم نیست هنوز، یه دی تو تهران منتظر اینان که بیرن سفر ما چی میشه، اینا هم که با من اومدن که منتظر خبر ما هم. احتیاط کردیم. یعنی با وجودشون تویی تو فرستادن جلو خودشون سنگر گرفت. خب پس زیادی پشبال ابراهیم کلی هم درآمد میشه براش. ببخشید مگه شما آقای ابراهیم نیستین؟ اینا خب پس تعناد نذاشتی. دنبال ابراهیم اومدی؟ نیستم. شما ابراهیمی؟ شما نیستم؟ نه نیستم. نه گرفتن ابراهیم هم امروز تو مسافر کدومتونی؟ مسافر نسبتی داریم با هم؟ تو همکارشونی؟ من نشسته بودم اینجا منتظر شما. ابراهیم گفت منتظرتون بوده. البته گفت یه زن و مرد جوان، بقیه‌تون حرفی نزد. واسه چی منتظر من نشسته بودی؟ بردن ابراهیم واقعا؟ ما بردیمش. شما کی هستی؟ معلوم نیست؟ باید من معلوم نیست دیگه، مامورم دیگه. ای بابا نترسی، کاری با تو ندارم. این پولیسه، همینجوری بابت مدرک. اما خب حتما یه کاری کردین که دارین اینجوری فرار میکنین دیگه. یه سوالی من از شما دارم، معذرت میخوام. احیانا کارت شناسایی خدمتون هست ما ببینیم؟ اصلا ای که بفرم باید ببرم همه تونه. نفهمیدم برای چی میخواییم برین آخه. خب الان ندید میگیرن، اما خب یکی تونه که باید ببرم که. یکی نیومدن نمیشه؟ نه نمیشه بابا. حالا اصلا برای چی میخواییم برین خارج اینجوری غیر قانونی؟
واقعا که اصلا نفهمیدم چی. فرها تو کجا میری؟ شما برای چی اومدین؟ قرار بود نیاین دیگه. جای ما بودی میرفتی؟ میخواین همینجوری مثل مجسمه وایسی؟ که اصلا کلن رفت. پلیس ماهیه داره میگه برین دیگه. یحیی بریم تا پشیمون نشده. راست میگه فرهاد، شاید علامت میده که بریم. بریم دیگه، رفت. حالا نکم فرار از قانونه. ما که اساسا داریم فرار میکنیم، چه فرق میکنیم. بیا بابا بیا بریم، سوارشو بریم. یکیتون بیاد بریم دیگه. ای بابا چرا آخه؟ اگه گفتم یکی باید بیاد بریم. تو بیا، خانواده رو نمیتونم ببرم. آره دیگه بیا. شما مراقب خانوما باشین، دور و بر زیاد امن نیستا. کجا میبرینش؟ ما که کار خلافی نکردیم، اومده بودیم حرف بزنیم. یه چیزی دیگه انگار که ما رو سر مرز گرفتیم. خواهی نکردیم که ببخشید. میشه منم بیام؟ منم بیام. نمیخواد خانوم، نمیخواد. دستو بیار. چه کنم؟ بیار دستتو. ببخشید آقا، این واسه نمایشه. کجا میبرینش؟ پس ما هم دنبالتون میایم. نه خانم، کجا بیاین؟ اگه بیان که اصلا معلومی ساقیم بذارم برگردیم. چیزی نیست، همین نزدیکه. چند تا سوال میکنم ولش میکنم. از خودت بود یه چیزی بشه به هم بخورم. ببخشید میشه یه هول بدی؟ تو فکرت چی بود اون لحظه؟ یادته؟ مادرم خوبی آدمه، مادرم یه هو فکر کردم که براش خاکاری بیش درست میکنه. خودش صد برابر بهتر از من درست میکرد، ولی دیگه رسم شد بود بینمون. الان نوشین خاکاری بیش، دستتون فهمیدم. خب اگه نمیگرفتن تو از ایران رفته بودی که باز تنها میمونی مادرت. راستش هیچ وقت فکر نمیکردم جایی میرم. اون خانمو چند وقت ندیدی؟ کدوم یکی از خانم‌ها؟ گیتا خانم بد اخلاق مهربان، گلی که اون سالا دلخوشی همه ما بود، یا ناهید به فکر همه جز خودش؟ خب همون که نمیگی. خب مامور ما احساساتی شده، بقیه رو بدشون کرده که برن. نسبتت با اون خانمه چی بوده؟
نسبتی نداشتم قربان، درگیر بودیم. علاوز احساسی و اینا دیگه، حالا ازش خبر داری؟ من این تو از کی خبر دارم؟ مامور خودتون گذاشت بره، برن. جرمی هم که نبوده. آره زارن جرمی نبوده، شما فقط رفتید صحبت کنید با قاچاقچی. موضوع اینه که با چی میخواستی فرار کنی؟ راستش من خودم خیلی هم دارم نمیخواست برم. دیگه خودتون داریم میبینین گرفتاری یاره دیگه. مرزام که بسته است. آره میبینم، ولی اینجا نشستم. شما فرق دارین، میدو صندلی خودتون رو دارین، ما این بریم. همه عمر پنهان شدم، از ترس مدیر مدرسه، از ترس مهمانهای ناشناس، از ترس صدای پای پدرم، و بعدها که تو اون سالها پناه می بردم به سینما، نه برای تماشای فیلم، به خاطر تاریکیش. واسیلی، تو یه قهرمان واقعی هستی. نه نیکولای، قهرمانهای واقعی الان دارن تو جبهه های لنینگراد می جنگن. یه پرونده ای که چیزی توش نیست. خب منم الان ملات هم کمه، یه چیزی بگویم بشه پرونده. تا نشه پرونده که نمیشه ولت کرد بری. جرم چیه این وسط؟ من میگم جرم چیه؟ نمیخواد، پاشو برو تو بندت، بمونه واسه بعد. نمیشه همین امروز تمام بشه؟ میخوای با مادرت حرف بزنی؟ بگیرش. الو؟ بفرمایید. سلام فرهاد، هنوز اونجای قربونه تو برم من؟ بله هنوز اینجا. اونجا چیکار میکنی آخه؟ الان پیشت کسی هست؟ بله هستن. گوشی رو بده من باهاش حرف بزنم. چی بگین آخه؟ نه لازم نیست، فقط شماره شما رو گرفتن که بدونی سالمه. از کجا بدونم سالمی؟ گوشی رو بده ببینم چی میخوان اینا ازت. شما خوبین؟ خاله ها خوبن؟ زانوتون؟ فشارتون؟ حرف رو عوض میکنی؟ زدنت؟ نه اصلا، نه این حرف ها رو نزنی. پرسیدم شما خوبین؟ از دایی خبر دارین؟ همه خوبن؟ نه بابا چه خوبی؟ فکر اینم که اصلا بگیرم کم کم برا خودم میلنگم را میرم. خب بدی نداره که، خاله فخری هم بود اتاس اصلا داره. خاله فخری زنگ زده بود صبح. چی میگفت؟ گفت خواب دیده میلنگ. گفتم اینقدر این بچه به فکر پای منه، تعبیرش همینه. سلام برسونین بهش، به همه سلام برسونین. به فکر منم نباشین، من خوبم. کی اونجاست جز تو؟ بهت میگم گوشی رو بده بهش. اگه تو ملاحظه ای داری من ندارم. اینجا مواظبم هستن، شما نگران نباشین. سلام مهین جان، همین الان زنگ زد، گفته بودن بهش زنگ بزن بگو سالمی. انشالله که سالمه، صداش که خوب نبود. هیچی، همش میپرسید زانوتون چطوره. زانوتون
هر وقت به من شما میگه میفهمم پس و پیش حرفاش دروغه. باشو فراد. پنجره رو نگاه کن. دو سه تا چیز بگو که وقتی یادشون میفتی میگی میارزید که زندگی کنی. بالاخره یه چیزی پرسیدی که میتونم دقیق جواب بدم. اون روز که یه دفعه باد خورد توی صورتم، وقتی بچه ها پناه بردن به اتاق ماریا، رشت، سفرهای عید به رشت، سفرهای تابستان به رشت، هر سفری برشت و دریا، یعنی همش مال بچگی. سالای بعدش هیچ. اون روز که ساعت 6 صبح دیدم داره میاد، وقتی گفت دلم میخواد بیای اینجا کنارم، اون معجزه شد. اون دست که بهش آفتاب میتابید. سفر به رشت، موندن تو رشت. رشت، رشت دیگه. رشت و بعدش دریا. راستی اون روز صبح ساعت 6 نبوده، 8 و ربع بوده. ولی تمام این سال دلم خواسته ساعت 6 باشه. میبینی چقدر احساساتی هستی؟ همه چیزت از قلبت بوده. نه، یه چیزایی هم تو حلقم بوده. قرص خواب، قرص افسردگی، قرص اعصاب، قرص فشار خون، قرص این، قرص اون. مدرک جرمه؟ یه شاعر اسپانیاییه. عربات شده باز نیامد. شما دست از شد. ببخش. بیا ناز نازی با این صورت پاک کن. من از دست تو ای من از دست تو عزیزم که مشکل ببرم جان، که دارم گله بسیار. نمیدونم گله داشت
میترسید چون به در نبره. یه خلاصه از خودت بگو. خلاصه خدا بیا بنویس. آره متولد تهران، سراینده چند شعر، عاشق شدید شده یک زن و با احتساب سوزان و یاسمن سه نفر. چند خاطره دارم که هرگز به کسی نگفتم. علاقمند به داشتن بچه و علاقمند به نداشتن بچه. علاقمند به تشکیل خانواده، به شکلی که صدای حرف ها و سر و صدای قاشق چنگال ها بپیچد به بیرون از خانه. علاقه بسیار به آشپزی برای مادرم و برای یک نفر دیگر. همیشه قبل از هر چیزی را به بعدش ترجیح دادم. دست راستم از بچگی در مدرسه و گاهی پیش دو نفر لرزیده است. فعالیت خلاف قانون نداشتم، مگر در سوم دبستان که کتاب انگلیسی شعله یزدانی را دزدیدم، چون کتاب خودم را گم کرده بودم. چند مورد دزدی از جیب پدرم، به خصوص در روزهای پنجشنبه، چون تازه سیگاری شده بودم و پول سینما هم کم می آمد و گاهی دوست داشتم بقیه را هم مهمان کنم، و مواردی جزئی که جای ذکرش اینجا نیست. بفرمی. مسخره کردی؟ این یعنی چی؟ نه به خدا، همش همینه دیگه. چی بنویسم؟ بگو مسئله چیه؟ خود مسئله. مدام در میگه از گفتن خود داستان، بعدم ماجرا میبری سر چیزای جزئی، حواس آدم پرت میکنی. مسئله من چه ربطی به اینجا داره؟ باشه میخواین چند تاشو براتون سریع در بنویسم؟ لازم نیست، برو فکراتو بکن، بعدن که میای یه چیز درست حسابی بگو. بعدن دوباره میشه دو سال دیگه. اونقدر هم که فکر میکنی معاشرت باید برام جالب نیست. آقا ببخشید، نگهبان خواهر حالش خوب نبوده رفته، میشه اینم با اونا ببرم؟ نه این خودکارو بگیر، برو ته صفحه اینا. ته صفحه اینا. بعد از سالها دوباره دست یکی از اینا. برای تحمل حبس راههایی هست. خوابیدن، خواب مطلق در سکوت مطلق، خیال بافی و یادآوری گذشته که خب گاهی عین خودآزاری میشه، معاشرت، سبک شدن با دلداری دیگران، حتی ابراهیم، مراقبت از تقسیم عادلانه جیره غذایی، توی اون شب های سر، برنامه های تفریحی، حالا اون دستا کجا، هر کسی هر هنر نمایی که بلد بود یا بلد نبود. یه راه داره به زندون کرتا مله، آی کرتا 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 مله، آی کرتا 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 مله، آی کرتا 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 مله، همش آفتاب و بارون کرتا مله، آی کرتا 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 مله. حالا میتونی ببینی کجا این شما؟ پناه بر خانواده های خوشبخت.
ویلما در رو باز کن، یخ کردم. خانم پرده کجا رفتی بعد از دریا آنتون؟ پناه بر تیپ سگ با مزه درس انگلیسی، پناه بر شما که فقط در خیال زنده ای. طاقت بیار، ما هستیم، طاقت بیار. تحمل ندارم دیگه، بیا بیا دیگه، بیا به چون خودت خواستم دیگه، الان بیا بیا. منزل خانم سمیه نیست اینجا؟ آخه اونجا بهت نگفتن دست مادر درد نکنه پسر این خوشگلی زایده؟ تا دلت بخواد. دختره برات قش نمی کردن؟ دختر کجا بود اونجا مادر من؟ از دورم نمی دیدنه؟ بیا مادر بدم. یادم یه دفعه اومده بودم ملاقات تو حیات، یه مادر اومد جلو منو، خانم ماشاءالله چه پسر خوش تیپی دارین، یعنی حواسش از پسر خودش رفته بود به تو. ببین اینو دیدی؟ خوشگلتر هم شده. بازم افتاد؟ لغ بود افتاد. عیب نداره، درستش میکنیم، خوشگلیت به همین عیب و ایراداته. یعنی زنده موندم و تو رو دوباره توی خونه دیدم. تنهایی غذا خوردن میدونی چقدر سخته. نمیگم باید همه عمرت میموندی با من پشت این میز، ولی میدونی مخصوصا صبح، نه مخصوصا نهار، نمیدونم سخته دیگه، شبا بده، اصلا همیشه بده. فرهاد جانم، چرا بازی در میاری؟ گوشی رو به سر جاش، شاید خودش بخواد زنگ بزنه. خب شاید نزنه. خودش نبود مگه؟ تو که میگی من گوشم سنگین شده، پس چجوری میشنوی همشیو؟ گذاشتم راحت باشه اگه خواست خودش بزن. ای داد، پس بذار اون گوشی رو دیگه.
نکن فرهاد. ای بابا این چه وضعیه؟ چرا توی مدت یه بارم رفته در مامانم؟ میگه نایت حداقل ماه دو دفعه میرفتی گلی همی برده سرش گم شد، تو چرا نرفتی؟ مهتاب چی شده؟ خجالت میکشیدم، نمیدونم. خب تو رو به خاطر من نگه داشتن. نه کی گفته؟ حالا نه به خاطر من، به جای من. برم چی بگم به مادرت؟ بگو، تعریف کن، از اونجا بگو. مطب چی شد؟ عوض شدی؟ تعریف کردنیه؟ مطب چی شده جان مادرم؟ طوری نشده. نزدیک بود یه خریعتی بکنم، به موقع اومدی. شدم به موقع. فرهاد پاشو، باز میخوای چی کار نکنی؟ سیگار؟ مردی شدی واسه خودت. چی بود خریعتت؟ اگه بخوای بگی همین الان وقتشه. الان باید بگی چه تصمیم میخوای بگیری. الان چه جونی داری تو؟ یا کن دوباره شروع شد. حتما میخوای فخ بفروشی که عوض نشدی. چند سالش بود اگه الان بود؟ بلش کن بود دیگه، هر چند سالش
مدرسه میرفت. لابد. این پشت خورده بیسکویت و پوست نارنگی ریخته بود. همین پشت موسیقی گوش میکرد. کم کم آهنگای خودش رو پیدا میکرد. همین پشت میششید. کم کم فرق چیزا رو میفهمید. سلیقه پیدا میکرد. یه جوری میگه انگار تصمیم من بوده. خب باشه بوده. حتما اونجا به هر کی رسیدی گفتی یه نفر تو زندگیم بود که بهم خانواده نداد. یحیی نهید خوبن؟ جدا شدن. نه علکی میگی؟ نه واقعا نیستن دیگه با هم دیگه. تو یه روز هم اتفاق افتاد. یحیی خودش گفته یه روز نهید میره سر کمد یحیی یه جعبه میبینی، یه جعبه که همیشه میدیده ولی بهش توجه نمیکرده. بازش میکنه میبینی یه سری کاغذ توشه، شعرهایی که یحیی قبلا برای نهید گفته بوده. خلاصه میفهمه قبلا این را به این نفر دیگه هم تقدیم کرده. میشناسش تو هم. تقدیم به همه زندگی. لا لادن؟ لادن دل میبره. نه لاله. لاله لاله خودمون؟ بدبخت انگار جز همون چهارتاش یه چیز دیگه نشته بگه. تفلکی ناهید؟ دزم تفلکی هم یحیی. ولی بامزه است که اشکالش چیه؟ حالا اگه بعد یه زنی بعد ناهید بهش داده بود خب یه چیزی. آدم به خاطر یه همچیز مسخره که زندگیشو به هم نمیزنه. که دلیل محکمتری از دلایل معمول. یه جنسی به دو جا فروخته. هر وقت این کلمه احمقانه خوشبختی رو میشنیدم یاد اونا میافتادم. خانواده خوشبخت انگار یعنی اونا. به نظرم اینا وقت نمیکردم بفهمم خوشبخت نیستن. بچه پیش کدومشونه؟ گلی آخر هفته میاد پیش باباش. دلم میخواست ما هم بچه دار بودیم. بعد از هم جدا میشدیم تا آخر هفته بچه ها رو میابودی میدادی به من. یادگاری جمع میکنی واقعا با قصه های من؟ آشار بودم واسه من گریه میکنی. آدم نبود. سخه من میترسم از این کیفای ناگهانی شما. ما یعنی کیا؟ یعنی شما زنه دیگه. چند تا زن دیدی شما؟ به حد کافی. بیا. میشه بریم مادرتو ببینیم؟ من دلم میخواد ببینمش. تا اینجوری حرف میزنی. زمیر اول شخص. اول شخص مفرد. شاید آرزو کردم اول شخص بمونی گرچه تو وجوده نیست. میخواستیم بیاین یه زنگ میزدی اقلا یه دستی به صورتم میکشیدم. یه چی که آب برای مادر پیرت میاری قرصم رو بخورم؟ نه ترس چیزی بهش نمیگم. مواظب اینجا باشا، آدم از گردن پیر میشه. راست میگه. بله. گوش کن. آدم هایی که دوست داری وانمود کن بیشتر دوستشون داری. اینجوری خودت هم کم کم باورت میشه. اینطوری بهتره. فکر کنم اینو بهم گفتین. خیلی سال پیش. رهاش نکن. میدونی خیلی بهش سخت گذشته. نمیگم بهش مدیونی اما خب سخت گذشته. اگرم نمیخوایش حداقل تا من هستم که طولانی هم نشه. نگین اینجوری هما جون. زنده و سالم این حال حالا. چی؟ بلندتر بگو. دم گوشم باید بگی. به کی آسون گذشته؟ آره خب اینم حرفیه. الکی هم شده بگو هستی، بگو براش میمیدی، برا خاطر من. مشکل من اینه که کلن برای کسی نمیمیرم.
ربطی هم به فرهاد نداره. اینجوری شدم. نمیدونم از کی. جای قول دادی؟ به درک. همه چیزش توی. چشمشی. مدام یاد چیزایی میفتم که میگفت و نمیشنیدم. حرفای مهم؟ حرف مهم یعنی چی؟ هر چیزی که گفته و نشنیدم. مثل وقتی که شیر آب بازه و اون داره حرف میزنه، من ظرف میشورم و درست نمیفهمم چی میگه، اما شیر آب رو نمیبندم. تو فکر میکنم خب یه وقت دیگه دوباره میگه، اما دیگه درست اونی رو نمیگه که داشت میگفت. اینا منو سرگرم میکرد. نمیشنوم اینجوری که میگم، چون آدم ها یه حرف رو دوباره نمیزنن. مادر ببین چی تو گوشتون در اومد. بس اینا بود حرفایی که نمیشنیدم. او سارشه. حالا تا سمکتون آماده بشه کانال گوشتونم باستر شده، بهتر میشنوی. مادر الان بهتر میشنوی؟ ای بابا کار کردین آقا با گوش من؟ تو گوشم وو میکنه. اینو خاموش میکنی؟ اولش هما جون گفت تا یه ساعت دیگه تمومه. به خاطر من کار نکنی، نمیخوام از خود گذشته کنی. به خاطر تو نیست، به خاطر خودم. وقتی دیدم به ایشون سر نزده همه این سالا فکر کردم تا حالا دوتا بچه هم درست کردیم. همینم غنیمته. نه درست نکردم. دیوانه. نه دروغ میگم، به خاطر من یک کاری بکن. از خود گذشته ای کن. به خاطر من، به خاطر من داستان دیگه تو به هم بزن. به خاطر من هر کاری بکن دیگه بمون. خب داریم پیر میشیم مهتاب، نمیبینی؟ خسته شدم از حرف راست. ما کی لم میدیم این نفس آسوده میکشیم؟ حرف راست سنگینه. بهم دروغ بگو، بهم بگو داشتی میمردی همه این سالا برام. بگو همه این سال منتظر بودی برگردم، میمردی اگه بر نمیگشتم. بگو بی من نمیشه، بگو اصلا چیزی رو نمیدیدی بی من. مهتاب، مهتاب. بله فدای سرت اگه حماقتی کردی. اصلا صداقت یعنی چی؟ بهم دروغ بگو، بذار آسون تر بگذره. خوبه دیگه، هر کاری تو نستی کردی تو نگهش داری. حالا حرفاتو از توی فیلم و کتاب دزدیدی یا هرچی، مهم اینه که اثر کردم. تنها چیزی بود که میخواستم. در واقع من همه عمرم دو تا چیز از ته دلم میخواستم، این دومیشون. این رو همیشه میبینم، میبینم که توی یه جاده‌ای دارم با سرعت میرونم. کی من رو گذاشته پشت این فرمان؟ مسافرها آشنا، غریبه توشون نیست. اما مادرم، حتی توی خواب هم نمیبینم که تو مسافر من ناشی باشی. این چجوری وای نیسته؟ شوخی نمیکنم، به خدا بلد نیستم. مرد گنده، این چه وضعیه؟ جمع کن خودتو. یعنی این میمونه تو دهنش تا آخر اون؟ بستگی داره چقدر اون. خواستم ببینم باید یه دندون دیگه بخرم یا نه. کادوش آخر یه چیز چکون آخر یه چیزی دادم که اگه نباشم هم مجبور باشه یادم بمونه. چی اونا؟
دکتر رفته بودی؟ نه اینا مال قبله. میخوام دندون بکارم. دارم سوابقش رو نگاه میکنم. سونوگرافی میگیرن از دندون؟ نمیگیرن؟ موازه باش بچه. مهتاب جان چی شده؟ چیه؟ مادر برای دندون من خوشحاله دیگه. آره بله دروغ میگه هما جان. بچه هست. بچه تو دلمه. نمیدونم چرا نمیخواد بهتون بگه. همش میترسه اگه بگه نشه. بی وقته یه کمی. میدونم. شاید بی وقته. اما اینجوری که ما زندگی میکنیم همیشه بی وقته. پس شد بعد از 100 سال. بله شد. البته پیره کاشته یکم. ولی میگن پیره کاشته یا نابغه میشن یا خنگ. البته فرق نمیکنه. هر دو شکلیه. برویم خانم ها. اولین عکسشو میذارم تو همین قاب. چند سال بعدش هم برش میداری پسش بدی. مگه پس میدن عکسو؟ ایشون فکر میکنن عکس هم یه جور بدهیه. نشنیدم چی فرمودین. همینجا عالی بود اگه داستان تمام میشد. نه؟ اما خب زندگیه دیگه. همیشه دربارش اشتباه میکنه. مثل اون روز تولدم خیلی سال پیش. صبح پدرم رفت توی خیابون و دیگه خبری ازش نشد. همه نگران شده بودیم. حتی مادرم. یکی از همسایه ها خبر آورد که یه پیرمردی تو اتوبوس سکته کرده و بردنش فلانجا. من اولین نفری بودم که رسیدم. دل نداشتم صورتش رو ببینم. لازم هم نبود. از اون لحظه تصویر مرگ برام شده این. پاهای بی جان و آخرین گره زندگی به بند کفش. هما جون هر وقت که جواب نمیده خودش کابوسه. وقتایی که یا خوابش برده یا سمکش رو در برده. هما جون هما جون این زندگی ما بند همین نفس ها. عکس رو پس بدی که چی؟ برای آدم ها چه فرقی میکنه که عکسشون پیش تو باشه یا پیش خودشون؟ برای خاله یا منصور جان چه فرقی میکنه؟ چرا عکس رو پیش خودت نگه نمیداری؟ چرا به آینه نگاه نمیکنی؟ نه نگاه نمیکنم. این بودم من؟ کی همون مونده که بود آخه؟ من این نبودم. به تو چه مربوط؟ این تاله نشون داده بودم؟ آره گفتی هم کلاسیت بوده. گالیاس دیگه. همونی که سایه برای شعر گفت. تو همین رش پیچید. عاشقش بوده. آره دیگه. آدم برای کسی که عاشقش شعر میگه. مگه تو خودت غیر از اینی؟ من شاعرم مگه؟ برو بچه. اگه من ندونم تو چی هستی که هستی که به درد نمیخورم. هرچند که این روزا به دردی هم نمیخورم. چی این بی مصرفی؟ این منم ها؟ بله میدونم. همه نسل ما با این اسب عکسی داریم. یه عکاسی بود با این اسب و یه پرده بزرگ وسط بلوار انزلی. پس چرا همیشه من فکر میکردم این اسب زورشت بوده؟ نه این اسب تابستونای انزلی بود. یادم آخرین بار یه زمستونی رفته بودیم عروسی فردوس تو انزلی. دیدم یه گوشه افتاده کلی هم برف روش. یخ زده بود تو سرما تفلکی.
بریم رشت. ها؟ یه چند وقتی بریم رشت، خونم که هست. مگه نمیگی چرا حوض رشت ندارم؟ حالا دارم. حتی میریم جلو دریا. البته دیگه شاید گیلان ما رو به جا نیاره با این ریخت قیافه. همیشه آرزون بود که این جمع سه نفره توی راه رشت باشیم. اما حالا که پیش اومده میترسم. از جاده میترسم. از آینده میترسم. چی میشه؟ مادرم. مهتاب. بچه‌ام. چی از من چنین کسی ساخت که اینقدر بزدل باشم؟ اینقدر بترسم. اینقدر به قدرتی که ندارم تظاهر کنم. مهتاب کو؟ پایینه. دعواتون شد؟ نه، گفت میخوام یکم به خودم باشه. یادت باشه وقتی برگشت ازش چیزی نپرس. هرگز از کسی که میره نپرس چرا رفته، کجا بوده. این چی بود الان؟ خودم هم خوشم اومد. نمیدونم. از اونایی میشه که آدم یادش میمونه. کدوم راه همه جا؟ این طرف خونه خاله گالی هست. بکنم اون بره.
سلام. منصور جان خوبین؟ قربونتون برم. قربونم نمیخواد بری. تو چرا نیومدی؟ این کیه؟ مهتابه؟ همون که از روز اول بود؟ بله همونی که از روز اول بوده. نمیای تو؟ حلوای به حاضره ها؟ دیگه اگه اجازه بدیم ما بریم این باقا شایدتون یه دوری بزنیم و بعد شاید اومدیم بیشتون. بهتر خودمون میشینیم بکن آجا. خبر داشتین امروز تولد ایشانه؟ تولدشونه؟ واقعا؟ مبارک باشه. آره؟ نه اشتباه میکنم. مهربانی شما برم. مهتاب خانم شما یکم دیر نکردین؟ من دیر کردم؟ برات عکس عروسی تو آوردم. دیگه پیش خودت بمونه. حیف که قرار شده ازت عکس نگیری. نه از من نه از این سفر. شگون نداره. چند بار تجربه کنیم. بذار این بیاد بعدش هر چقدر خواستی بگیر. نه از تو میخوام بگیرم. مگر این همه عکس بچه هست تو دنیا. بچه ما روش. همه شونم این همه. ولی این همه از تو نیست تو دنیا. بد نمیاد اینجوری بگی. اما بخشیدمت. وضعیتت غیرعادیه. خب ما با هم توی رشت با آما جون اینجا خسته شدی بچه؟ چجوری میخوای این همه راه رانندگی کنی؟ بودو از تو ماشین یه سیبی پرتقالی برسون به من. زیر صندلی هما جونه. پرتقال بیا. قربونت برم. ببخشید. ببخشید. نمیشه باز. شاید نشه باز. فرهاد فرهاد مهتاب حتی تو این وضع دیوانه. خواهی بخون. یعنی تو نمیدونی من سیب دوست ندارم؟ بیا. نمیخواد با دست میکرد. خود شیرینی میکنی؟ جالبه توی یه چیزای من تو بعد از این همه مدت هنوز رو پله اولی. گاهی هم پایین تر. بدجنس شدی الان؟ مثل ما رو پله میمونه داستان من تو. درست همون جایی که فکر میکنی داری میبری بازی نیشی میندازتت صد تا پله پایین تر. به قول هما جون مار بگزه زبونت. چی زبان مار بگزه میگه؟ آره مال هما جونیه. باید تعجب میکنم همیشه فقط به من میگه اینو. تو کجا بودی؟ جلت هیچ وقت نگفته؟ کی بوده؟ خودت یادته؟ نه اما چه خوب که تو هم یه چیزی یادت نیست. شوخی کردم. یادمه. او ولی خیلی سال پیش بود. قبل اون سفر وحشتناک. یه چیزی بگو. اینجا الان چند تا جمله شاعرانه لازم دارم. به نظرت دریا زن یا مرد؟ این الان شاعرانه بود؟
نه خب میگم چرا همیشه فقط اسم دریار رو دخترم میذارم؟ دخترم حتما. حتما؟ احوال آقا فرهاد، شرمنده، نمیدونستم اینقدر طول میکشه. آفرین پسر، بالاخره آرامش، آخرش عشق شده باز آمد. هوای مادر رو داشته باشین، حیف آره که تشریف آوردن. Thank you.
اما هیچ کدوم اینا نشد. هرگز مادر بزرگش رو نبوسید. دم آخر از دست سمعک خلاصش نکرد. هرگز به تماشای دریا نایستاد. خواب ندید. مریض نشد. نرخصید. بیسکویتش رو نزد توی چای. نقاشی نکرد. عزادار نشد. دروغ نگفت. گریه نکرد. دلش تنگ نشد. موسیقی گوش نکرد. پیر نشد. نمرد.